درود بر شما همراهان گرامی و عزیز، به کانال خودتون خوش آمدید. هفته پیش افسانه کیا یک دستگاه آپارتمان در منطقه سعادت آباد تهران به ارزش 41 میلیارد تومان ثبت سند کرد. افسانه کیا همسر مهران رجبیه. حالا جالبه که دزد اعظم و رئیس خانه های افاف یعنی احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در خطبه های نماز جمعه گفته که در این شرایط رسانه مانع در تریبون خودش مدام تلاش میکنه به مردم القا کنه که در کشور ما دزدی میشود، اما برای ما امیدوار کننده است که مسئولان ما فساد رو کشف و انوار رو ضبط میکنن تا حق مردم دوباره به بیت المال برگرده. او در ادامه تاکید کرده که ویژگی مسئولان ما اینه که دزد رو شناسایی میکنن و او را به عدالت میسپارن، یعنی از دزدان میگیرن و پس نمیدن. بعد بعید کافیه، سفره ما خالیه. بعد بعید کافیه، سفره ما خالیه. این در حالیه که طی خبر شوکه کننده که امروز اعلام شد، برای سومین بار متوالی طی 10 روز اخیر پس از اختلاس نجومی چای دبش و مفقود شدن 15 میلیارد یورو، این بار 8 میلیون سکه در بانک مرکزی ناپدید شد. خبر قطعی بنزین و شایعه هک شدن جایگاه‌های پمپ بنزین صرفاً برای انحراف افکار عمومی و ایجاد سردرگمی برای درک عمق فاجعه‌ایه که بر ما گذشته. سید هادی کسایی زاده، روزنامه نگار حکومتی، از غیب شدن 8 میلیون سکه طلا در خزانه بانک مرکزی خبر داد و همچنین امروز در جلسه علنی مجلس نماینده تبریز به افشای این خبر واکنش نشان داد و به صورت کنایه‌آمیز گفت که 8 میلیون سکه در خزانه بانک مرکزی ناپدید شده و مثل چای دبش همه ساکتن و فقط میگن کی بود کی بود، من نبودم. طبق نظریه کارشناسان اقتصادی، مجموع این سه فقره اختلاس و دزدی بالغ بر 1,780,568,000,000 تومانه. این حجم از غارت در تاریخ بی‌نظیره. قابل به ذکره که بودجه امسال تنها 5,000,000,000 تومان بود. در همین رابطه پرده برداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از فساد چای دبش و ارتباطش با حاکمیت رو بشنوید. اولین ضربه فساد برای حاکمیت و برای حکومت این است که ماهیت ضد توسعه و پیشرفت داره. فساد درآمد دولت رو پایین میاره. فساد توان دولت رو پایین میاره. بی‌ثباتی رو در حکومت افزایش میده. هزینه ارائه کالا و خدمات اگر فساد ترویج پیدا کنه در دولت افزایش پیدا میکنه. برعکس کیفیت ارائه خدمات و کالا در دولت، سرمایه گذاری تو منابع انسانی افت پیدا میکنه اگه فساد ترویج پیدا کنه. مطالعات نشون میده که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در اثر فساد در دولت میاد پایین. هزینه های دولت بالعکس میره بالا. کارآمدی حکومت میاد پایین. تولید داخل کاهش پیدا میکنه. جایی از حکومت و دولت مون که از فساد تأثیر نپذیره. ببینید چه ضرباتی به حاکمیت، به دولت و به حکومت با فساد وارد میشه. این طرفشو نگاه کنیم. تو جامعه چه تأثیری میذاره؟ در بین مردم فساد اگر ترویج پیدا کنه در کشور چه تأثیرات اجتماعی داره؟ فساد نرخ فقر رو در جامعه میبره بالا. بیکاری رو افزایش میده. انگیزه سرمایه گذاران رو برای سرمایه گذاری اگر ببینن محیط فاسده از بین میره. مهاجرت نخبگان و متخصصین و کارآفرینان اگر احساس کنند ادراکشون از فساد در جامعه بالا بره، شما شاهد سیل مهاجرت نخبگان و متخصصین از کشور میشید.
ثروت‌های بادآورده در جامعه فاسد بیشتر میشه. ثروت‌های بادآورده بیشتر بشه، یک قشری بهره‌مند میشن از این ثروت‌ها. یه شکاف طبقاتی ایجاد میشه بین اون قشر فاسد با بقیه مردم. شکاف طبقاتی میره بالا. خرده فرهنگ مفتخوری تو جامعه ترویج پیدا میکنه. یعنی همه احساس میکنن بدون کار و تلاش پول به دست بیارن. برعکس، فرهنگ کار و تلاش در جامعه افت پیدا میکنه در اثر ترویج فساد در کشور. مطالعات نشون میده رفاه اجتماعی در محیط فاسد میاد پایین. اعتماد مردم، اعتماد عمومی به حاکمیت کاهش پیدا میکنه. به تناسب مشارکت اجتماعی میاد پایین. اگه مردم احساس کنن که فساد وجود داره، مشارکتشون میاد پایین. یک محرومیت و یک خشم انباشته‌ای تو مردم شکل میگیره اگه فساد در جامعه ترویج پیدا کنه، که زمین ساز شورش‌های اجتماعی رو ممکنه فراهم کنه. جایی از جامعه موند که از فساد لطمه نبینه، اون از ضرباتی که فساد به حاکمیت و حکومت وارد میکنه، این از ضرباتی که به مردم و جامعه وارد میکنه. جان کلام این که حکومت پهلوی زندانبان هیولایی به نام روحانیت شیعه بود. ما در سال 57 زندانبان رو کشتیم و هیولا رو آزاد کردیم. اصل منطق انتخابات در جمهوری اسلامی روشن بشه. چرا انتخابات میکنه؟ من عرض میکنم دو کلمه جمهوری و اسلامی هر دوتا وابسته به انتخابات. جمهوری یعنی مردم سالاری، یعنی حاکمیت کشور به دست مردم. خب مردم چجوری دخالت کنن در حاکمیت؟ هیچ راهی جز انتخابات نداره. هیچ راهی به جز انتخابات وجود نداره. بعضیا در مورد لزوم انتخابات اشکال تراشی میکنن، دل سرد میکنن، توجه نمیکنن که اگر انتخابات در کشور نباشد یا دیکتاتوریست یا هرج و مرج است، ناامنی است. اون چیزی که جلو بروز دیکتاتوری رو در کشور میگیرد انتخابات. اون چیزی که جلو هرج و مرج و اغتشاش و ناامنی رو میگیرد انتخابات است. انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند. سپاس که تا انتهای ویدیو همراه بودید. دوستان گرامی، این کانال برای بهتر دیده شدن به حمایت شما که همان لایک و کامنت نیاز داره. لطفاً محبتتون رو از ما دریغ نکنید. فروغ اهورایی همواره پاسدار و نگهبان ایران زمین و ایرانیان باد. روز و روزگارتون خوش. جاوید شاه تا ابد.